باید درد یا مشکلی داشته باشیم؟ آیا حتما باید درد یا مشکلمون به حدی رسیده باشه که ما رو زمینگیر کرده باشه؟ یا اصلا درمان فیزیوتراپی فقط برای افراد پیر و سالخورده هستش؟ درمان فیزیوتراپی در چند قسمت مطرح می باشد. یکی از قسمت‌هاش در پیشگیری هستش. بنابراین فیزیوتراپی به هنگام، به موقع، از بسیاری از هزینه هایی که به عنوان درمان به خود شخص و به جامعه تحمیل میکنه میتونه جلوگیری بکنه. بسیاری از مردم فیزیوتراپی رو با جریان های برق و گرما یا سرمادرمانی میشناسن. اما باید توجه داشته باشیم که الکتروتراپی یا استفاده از جریان های فیزیکی و گرما و سرما تنها بخشی از درمان های فیزیوتراپی هستند. تمرین درمانی و درمان های دستی یکی از بخش های بسیار مهم درمان های فیزیوتراپی هستند که گاهی اوقات در این روند درمان جا انداخته میشن. یکی از تفاوت هایی که درمان فیزیوتراپی با بقیه درمان های شایع و روتین پزشکی دیگه داره، ممتد بودن و طولانی مدت تر بودن درمان فیزیوتراپی هستش. به این شکل اغلب بیماران وقتی درمان فیزیوتراپی رو شروع میکنن، یک یا دو جلسه اول رو پیگیری میکنن و بعد درمانشون رو به تعویق میاندازن. اینجور بیماران باید توجه داشته باشن که گرفتن نتیجه لازم و مطلوب از درمان فیزیوتراپی مستلزم پیگیری ممتد و طی کردن روند درمانی به صورت کامل هستش. از جمله نکاتی که رعایت اونها شما رو میتونه به داشتن زندگی سالم‌تر کمک بکنه این هستش که هنگام نشستن طولانی مدت روی صندلی یا حتی هنگام راندن اتومبیل گودی کمرتون رو با گذاشتن یک رول حوله پر بکنید، به صورتی که گودی کمر خالی نباشه. دومین موردی که میتونید رعایت بکنید، اغلب شماها در طی روز مدتی از کامپیوتر یا لپتاپ شخصیتون استفاده میکنید. هنگام استفاده از کامپیوتر حتما کامپیوتر صفحش رو به صورتتون باشه، به شکلی که صورتتون نخواد خم و راست بشه. کار دیگه‌ای که میتونید انجام بدین، حین ایستادن‌های طولانی مدت در شغل‌های مختلف میتونید از یک زیرپایه کوچیک استفاده کنید، به شکل اینکه مدام جای پاتون رو روی این زیرپایه عوض کنید و انتقال وزن روی پای چپ و راست داشته باشید. از توصیه های افراد غیر متخصص جدا خودداری بکنید. از خوددرمانی لطفا خودداری بفرمایید، چون گاهی اوقات یک آسیب ساده و کوچیک ممکنه با توصیه های نامناسب به یک موزل اساسی تبدیل بشه. در حین کار با لپتاپ لطفا سعی کنید از لم دادن، خوابیدن جلوگیری کنید. لپتاپ به عنوان وسیله‌ای که امروز خیلی شخصی شده و با افراد قابل هم هست، گاهی اوقات اشخاص در هر حالتی از لپتاپ مدت‌های طولانی استفاده می‌کنند. و در آخر می‌خوام بگم که هیچ موقعیت بدنی رو برای بیشتر از 20 دقیقه ممتد حفظ نکنید. بعد از 20 دقیقه حتما اگر در حالت نشسته هستید چند قدم راه برید، اگر در حالت ایستاده هستید چند لحظه بنشینید و یک توقف کوتاه بین کارتون بدید و کارتون رو دوباره شروع کنید.